شما تغییراتی که اینجا دادید رو میتونید حتی سیو هم بکنید. یعنی به طور مثال اگر شما بخواید میتونید بگید الان من این ست فیلتری که اینجا درست کردم رو برام سیو کن، با همین تنظیماتی که دارن میخوام بعدا استفاده بکنم. به طور مثال شما ممکنه بگید که من میخوام غیر از اصل رنگم برادکست سیف که برای زمانی که شما خروجی میخواد بگیرید کارتون رو برای تلویزیون فیلتر بسیار مناسبیه و تمام رنگ‌های شما رو به استاندارد تلویزیونی تبدیل میکنه. ممکنه شما بخواید بگید مجموعه اینا رو من میخوام سیف کنم و میخوام روی 10 تا کلیپ دیگه لود بکنم. برای این کار یا برای اینکه شما هر کدوم از اینها رو سیو بکنید، به طور مثال ممکنه شما ترانسفورمتون و انیمیت ترانسفورمتون رو هم بخواید سیو بکنید. برای این کار شما میان توی سیو افکت پریست یا از اینجا فایل سیو افکت ویدیو افکت پریست، از اینجا شما میتونید دقیقاً بهش بگید که چه چیزهایی رو سیو بکنه. این پنجره خیلی شبیه اون چیزی که ما تو پیست اتریبیوتس دیدیم قبلا. شما اونجا میتونستین یک کلیپ رو کپی کنین، بیاین روی یک کلیپ دیگه پیست اتریبیوتس رو بزنید و فقط یه سری خصوصیات خاص رو پیست بکنید، به طور مثال حالا فیلتر یا هر چیز دیگه. اینجا باز به همون صورت هست. این الان میتونید شما سیو بکنید که بعدها هم اگه فاینال کات رو باز کردید بتونید ازش استفاده بکنید. اینجا شما میتونید بگید که مثلا من میخوام برام افکت کالر کورکشن رو سیو بکنی و حفظ بکنی و برادکست سیف هم همینطور. بس بشم من بزنم برادکست مثلا استنوت و این رو حالا مثلا ممکن شما بگید ترانسفورم رو میخوام سیف کنی. مثلا میگم ممکنه شما یه سری تصویر 4K داشتین که حالا برای کار تعبیق تلویزیونی که HD هست آوردید جابجاشون کردید، یه سری چیزا همشون به یه شکل کوچیک و بزرگ شدن، ترانسفورم رو هم میتونید سیف بکنید و همش رو با هم لود بکنید روی اون کلیپ هایی که مد نظرتون هست. جاش هم اونجا میتونید تعیین بکنید که تو کدوم یکی از این گروه ها باشن، یا میتونید یه گروه جدید درست بکنید. مثلا من اینجا میتونم مثلا اینو بذارم رادان create. و حالا به محض اینکه من سیو رو بزنم، شما همونطور که میبینید این دوتا کلیپ، این دوتا فیلتر سیو میشه ولی هیت دیگه سیو نمیشه. من سیو رو میزنم. برای اینکه حالا این پریست رو شما لود بکنید، میاید توی قسمت افکت، میاید اینجا به اون اسمی که شما در اون کاتگوری که درست کرده بود براش اینجا هست. من اگر این الان درگ بکنم روی این کلیپ هم دقیقا تمام اون چیزایی که داشتم اینجا لود میشن. یه نکته من در مورد کالر کورکشن بگم، این در مورد خیلی چیزهای دیگه هم صدق میکنه، یعنی افکت ها و چیزهای دیگه که شما سیو میکنید، ولی شما اینجا وقتی که لود میکنید حالا اون فیلتر رو، یه سری پریست دارید که توی این پریست ها شما مثلا میتونید بیاین فرض کنید شما سوئر رو انتخاب بکنید یا داست رو انتخاب بکنید یا درای رو انتخاب بکنید و حالا میتونید از اینجا هم اون تغییرات رو خیلی سریع و راحت ببینید.